جدا از هم ما فقط یک قطره هستیم و در کنار هم به اندازه یک اقیانوس قدرت داریم. با درود و عرض ادب، روز هستم از مجموعه جوایز پارسی در خدمت مهمان بسیار عزیز امروزمون جناب علیرضا طباطبایی. ایشان موزیسین و مدرس موسیقی می باشن. جناب طباطبایی، به برنامه خودتون، برنامه جوایز پارسی، خیلی خوش آمدید. تشکر میکنم، سلام میکنم خدمت شما و مخاطبان عزیزتون و باعث افتخار منه که در خدمتون باشم. خیلی متشکرم، خوشحالم از دیدارتون. مثل همه مصاحبه‌هایی که داشتم، علاقمندم که از شما بپرسم شما در کجای ایران به دنیا آمدید و به هر ترتیب الان کجای دنیا هستید؟ خدمت عرض بکنم که من مشهد به دنیا آمدم در ایران و در حال حاضر در کوکوئیتلام بریتیش کولومبیا کانادا زندگی میکنم با خانواده‌ام و بین این دو جا هزار یک اتفاق و هزار یک چیز ماجرا بوده در حقیقت، ولی خب این دو جای اصلیه در حقیقت من هست. بسیار عالی، پس مهاجرت هم به کانادا کردیم. بله، خیلی هم عالی. اگر که علاقمند باشین یک مقداری بیشتر در مورد کودکیتون برای ما و مخاطبان جوایز پارسی بفرمایید. در مشهد به دنیا آمدید و با کمال میل. بله، خدمت رو عرض کنم که من پدرم در حقیقت یک چیز چی بهش میگن یک مأموریت کاری داشت که رفته بود مشهد و توی اون مأموریت کاری اون مدت من به دنیا میام، 6 ماه بعد مأموریت تموم میشه و من برمیگردم. در حقیقت من اصلا مشهد رو یادم نمیاد. برمیگردیم به تهران. تا سن تقریبا 10-11 سالگی من تهران بودم با اون شرایطی که حالا زمان جنگ بود و انقلاب و جنگ و این داستان ها. با این حال میتونم بگم کودکی خیلی شاد و خوشحالی داشتم تا اون موقع و همه چی خوب بود. خدمتتون عرض بکنم، بعد به خاطر اون مسائلی که اون موقع جنگ ایران عراق بود و منم به عنوان یه پسر بچه حالا 10-11 ساله خیلی دوست داشتم به تانک و اسلحه و این داستانا، پدر مادرم میترسن و به هر حال منو میفرستن آلمان. من 2 سال توی یک پانسیون شبانه روزی بودم در حقیقت اونجا، تا بعدش مادرم اینا به ما ملحق میشن، به من ملحق میشن و از اون پانسیون میام بیرون، باز با خانواده بودیم تا بعد دوباره جنگ تموم میشه ما برمیگردیم ایران همگی با هم دیگه. دیگه من ایران موندگار بودم تا دقیقاً 2 سال خورده پیش که دیگه باز دوباره با خانواده خودم این بار و به خاطر دخترم مهاجرت میکنیم به کانادا. خب خیلی هم عالی، خوش آمدین به کانادا. اگه بخوام از دوران تحصیلتون بپرسم، آیا بله، تحصیلات دانشگاهیتون ربطی به موزیسین بودنتون هم داره یا چند تا رشته مختلف رو پشت سر داشتون؟ من تحصیلات دانشگاهی ندارم. من در حقیقت توی آلمان که کلاس 12 رو خوندم، به ایران که برگشتم بعد از یه مدت، حالا برای اینکه تطبیقی باید میرفتیم این داستان ها، رفتم تطبیقی. منتها اون موقع دیگه نتونستم در حقیقت وارد دانشگاه، یعنی شرکت هم کردم ولی خب وارد دانشگاه نشدم. پلو پدرم کار میکردم، کار آزاد میکردیم اون موقع، به واردات لوازم یدکی مرسدس بنز مشغول بودیم اون سالها. بعد از اونم که دیگه هیچ وقت در حقیقت پیگیر درس و اینا نبودم، فقط ساز و در حقیقت برای اینکه خودم خیلی علاقه داشتم به خود ساز، اول از همه با تکنیکای ساز، حالا این چند سال اخیر مخصوصا، بعد بیشتر برای آموزش ساز به مبانی در حقیقت پداگوژی و آموزش، اینها رو بیشتر رو آوردم و اینا چیزایی بوده که خودم توی مؤسسه‌های خصوصی بیشتر تدریس کردم و رفتم و اومدم. خیلی هم عالی. از کجا موسیقی شروع شد؟ آیا تو خانوادتون کسی اهل موسیقی بود یا اینکه خودتون واقعا؟ اصولا که خب نه، مادرم که دائما اهل موسیقی بود، یعنی ما دائما موسیقی تو خونه جاری و ساری بود. پدرم اهل شعر بود، خیلی خط و شعر و این داستان ها بود. مادرم همونجور که گفتم خیلی موسیقی پاپ گوش میکرد از زمان قبل از انقلاب، خیلی دوست داشت. یادم مدل موی گوبیش که عوض میشد، روز بعدش مدل موی مونا دقیقا اینجوری بود. تا البته خب اینفلوئنس اصلی من برادر بزرگم بود
برای موسیقی من هر کاستی که اون موقع کاست بود دست برادرم می اومد، به هر حال دست منم بعد از این مدت می رسید رو، و من خیلی از برادرم در حقیقت این برنامه موسیقی و اینها رو دارم. یه خاطره خیلی روشنی توی ذهنم هست از فکر میکنم تولد 4 سالگیم که هنوز پیش از انقلاب بود و یه مهمونی برگزار کرده بود پدرم که یه بندی رو، یه گروهی رو گفته بود اومده بودن که اون گروه بعد که ازش پرسیدم میگفت ارمنی بودن که درامز داشتن، درامز هم بود و این داستان اومده بودن تو مهمونی. من گویا از اول تا آخر مهمونی کنار دست درامر اونجا بود که این در حقیقت این ویروس رو من گرفتم دیگه، اونجا بود این ویروس درامز من هم سرایت کرد. آره دیگه من چند سالتون بود؟ تو چه سنی؟ فکر میکنم باید 4 سالم نهایتا 5 سالم باشه فکر میکنم اون حدود باید میبوده. بله و میگم دیگه من فکر میکنم همون موقع دیگه من برام یه جوری واضح بود که من میخوام این ساز رو بزنم دیگه. اونجا دیگه هدف زندگی من مشخص شد در حقیقت. بله چقدرم عالی. اگر که بخوام از تیم ورک ازتون بپرسم، چگونگی تأسیس گروه خوشنام آریان با حضور جناب طباطبایی؟ خواهش میکنم. من راستش بخوام خودم واقعا خوششانس میدونم. من خیلی توی مسیر زندگیم نقاط خیلی کلیدی واقعا خدا منو دوست داشت و من خیلی خوششانس بودم. راستشو بخواین من آخرین فردی بودم که به جمع آریان پیوستم. جمع آریان جمع بود و آهنگ ها تنظیم شده بود، بچه ها تمرین داشتن، تمرین کرده بودن، آهنگ ها آماده بود که من توسط پیام عزیزم دعوت شدم به گروه به عنوان درامر. گفتم ما دنبال یه درامر میگردیم، اگر دوست داری بیا نگاه بکن ببین چه جوریه، و من به جمع دعوت شدم و درست برعکس اون چیزی که من فکر میکردم خوشم نیاد، درست برعکس بود. یعنی من شیفته این تمرین و این پکیج و این آهنگ های خوش تنظیم نینف عزیز شدم و همونجا گفتم اوکی من هستم. اینه که در رابطه با حالا کل به وجود اومدن گروه آریان خیلی نمیتونم اظهار نظر بکنم، میگم من چون آخرین نفری بودم که به جمع اضافه شدم، ولی در رابطه با تیم ورکی که میفرمایین به نظر من واقعا مهمترین بخش موفقیت آریان همین تیم ورکش بود. همین تیم ورک بود که از ابتدا بین تمام بچه ها وجود داشت. بچه ها خیلی با همدیگه در حقیقت هر کسی گوشه کار رو گرفته بود، از بکینگ وکالامون که دوتا خواهران کاشمری بودن سحر و ساناز عزیزم با همدیگه، تا گیتاریستامون شراره، خود علی، رضا گلزار اون موقع با ما بود، محمد رضا گلزار با همون بود، تا پیام که خیلی اون زمان خیلی زحمت میکشید، خیلی دوندگی میکرد برای این که بتونه مجوز بگیره و پیش ببره کارو، تا حالا ما که بیشتر پس استیج بودیم و در حقیقت بافت ریتمیک کار رو مثل بیس امیر حسین مستعد و برزوی عزیزم که پرکاشن میزد و من، ما اون عقب بودیم که بیشتر اون بافت ریتمیک رو به قول معروف حفظ میکردیم. در کل ولی یک به قول معروف همقلبی وجود داشت بین بچه ها و زحمات تک تکشون بود که همه اینا رو بالا آورد، در حقیقت تمام این پکیج رو کامل کرد. بسیار عالی. اینجور که شنیدم الان هر کدوم از شما در واقع آرتیست ها و نوازندگان گروه آریان در اقصی نقاط دنیا هستین. نامی رو آوردین جناب گلزار اگه اشتباه نکنم، فکر میکنم بعضی هنوز در ایران هستن و ما برای هر کدوم در گوشه ای از دنیا، هنوز از هم خبر دارین؟ با هم کاری رو تصمیم دارین که انجام بدیم؟ اتفاقا اخیرا علی عزیز که استرالیا زندگی میکنه، بله، یک سری پروژه هایی رو استارت زده که
خیلی اتفاقا قشنگه، خیلی نوستالژیه، خیلی مثلا یه کاری رو با ساناز عزیز خوندن با هم دیگه، بعد یه کاری رو با سیامک دوباره تنظیم کردن، یه کاری رو خودش خونده، یه کاری این شکلی به هر حال از راه دور با فرستادن فایل و ادیت کردن، این کاری که دیگه بالاخره توی این روزگار کرونا خیلی باب شده و هست تو دستمون هست، این ابزار داره اتفاق میفته که خیلی قشنگه به نظر من، خودش خیلی قشنگه چون همگی دلتنگن. قبل از اون راستش بخوای نه خیلی این فضا وجود نداشت، ولی با وجود این ابزاری که الان هست از راه دور یه کارهای علی جان داره میکنه انجام میده و خیلی خوشاینده. به هر حال هم که گفتین خیلی از هم دیگه جداییم به قول معروف، ولی خبری که از هم داریم از طریق همین سوشال مدیاست و به هر حال حالا اینستاگرامی با هم دیگه در تماس هستیم، یه موقعی احوال پرسی، تولدی، تبریک سال نوی، بله. برای ایناست دیگه. بله بله، بسیار عالی. به هر ترتیب دست مریضات چون راحت نبود، من خودم به خاطر دارم همینجور که خدمتتون عرض کردم سال 2004 بود، به عنوان شخصی که اصلاً توی امریکای شمالی چندین ده هست دارم زندگی میکنم، شنیدم از کازینام که در واقع کانسرتی داره برگزار میشه به نام گروه آریان. بعد از تقریبا 18 ساله اگه اشتباه نکنم، بله درست دارم میگم، بله 18 سالیه که گذشته، هنوز لحظه‌ای که وارد سالن شدم و گل آفتاب گردون رو شما عزیزان شروع کردین رو نواختید و خواندید هنوز به خاطر دارم، و اون عشقی که تو اون سالن بود و اینی که مگه میشه بانوان دارن میخونن تو یه گروه، کار تیم ورک، برای من بسیار جذاب بود و واقعا تو شهر حسابی سر و صدا کرده بود. حالا اون روزا این داستان سوشال مدیا نبود و اینقدر شلوغ پلوغ نبود و به راحتی، ولی ما تو هر گوشه ای از این سوپرمارکت های ایرانی، حالا جاهای مختلف که میرفتیم، میشنیدیم که گروه آریان هست و واقعا هنوز لحظه به لحظه اون کانسرت رو من به خاطر دارم. کار تیمی، کار راحتی نبوده و اگر اشتباه نکنم 14 سال با هم همکاری کردید، درسته؟ بله، من دقیقا عددش رو نمیدونم ولی باید همین هول و هوش باشه. ما اولین کنسرتمون سال 79 بود، من خودم به عنوان آخرین عضو سال 78 اگر اشتباه نکنم جوین شدم به گروه، و آخرین کنسرتمون برمیگرده به سالای ابتدایی دهه 90 شمسی. در حقیقت اون سالا بود که ما آخرین کنسرت رو دادیم تو تهران، درست قبل از این بود که علی دیگه برای همیشه مهاجرت کنه به استرالیا. بله، خب خیلی عمالی، ممنونم از توضیحاتی که برام دادین به عنوان یک هوادار شما عزیزان. شما لطفه. خواهش میکنم، اگر که بخوام از شما بپرسم موسیقی ایرانو به عنوان شخصی که هم خارج از کشور زندگی کرده هم در داخل کشور، موسیقی ایرانو چگونه میبینید؟ به کجا داره کشیده میشه؟ دنیای سوشال مدیا آیا داره کمک میکنه یا اینکه به هر حال مسائل خودش هم داره برای کسانی که واقعا خاک این ژانرها رو خوردن و دارن فعالیت میکنن؟ نظر شما چیه؟ والا خدمتتون عرض بکنم که به نظر من بزرگترین و اشتباه ترین اتفاقی که برای موسیقی ایران افتاد و همچنان ادامه داره همین ممیزی حالا دولتیه، که حالا نه فقط برای موسیقی، اصلا هنر به نظر من قابل ممیزی نیست. بهترین ممیز خود مردم هستن، بهترین کسانی که تشخیص میدن که چه فیلمی خوبه، چه هنرپیشه‌ای خوبه، چه لباسی خوبه یا چه موسیقی خوبه، خود مردم هستن. هر گونه دستی که این وسط برده میشه توسط یک سری ایدئولوژی یا یک سری سیستم، در حقیقت اون اصلا کل رشد این مسئله رو خراب میکنه، اون رشد طبیعیش رو در حقیقت خراب میکنه. من شخصا
همیشه گفتم هنوزم میگم، همه سبکا، همه انسانا، همه کس باید وجود داشته باشن. این مردم هن که باید تشخیص بدن کدومو دوست دارن کدومو دوست ندارن. ما اجازه نداریم بگیم اه این بده، اه این چرا اینجوری میخونه، یا اه این چرا اینجوری پوشیده، برای همین نباید باشه. این اصلا من اگر دوست ندارم با کسی، از آهنگش خوشم نمیاد، از لباس پوشیدنش خوشم نمیاد، از فیلمش خوشم نمیاد، خب نمیرم نگاه بکنم. ولی این دلیل نمیشه چون من خوشم نمیاد نباید وجود داشته باشه. و این متاسفانه یک در حقیقت پیچیدگی ایجاد کرده توی مجامع هنری و بین هنرمندها که واقعا خیلی اذیت کننده است، باعث تأسفه. اگر اجازه میدادن راک هم همونجور که بقیه موسیقی، اصلا خود پاپ هم همینجور، شما اگر یادتون باشه سال 76 که خاتمی رئیس جمهور شد تازه باب شد، تازه اصلا مطرح شد. قبل از اون که اصلا موسیقی حرام بود و سازها حرام بودن، فقط تنها موسیقی بود موسیقی سنتی ایرانی بود دیگه، به غیر از اون موسیقی دیگه ای نبود. حالا این همه سال پاپ نبود، حالا پاپ باز شد، بعد خب حالا راکرا اومدن گفتن حالا چرا پاپ هست راک نیست، بعد الان شما میبینین رپرا میگن چرا راک هست رپ نیست، بعد جفتشون هم نیستن. بعد مثلا الان یک اتفاق جدیدی که حتما شما خبر دارین افتاده، یک برنامه‌ای داره توی ایران ضبط شده و داره اتفاق میفته که بندها رو دارن جمع میکنن و از اقصا نقاط ایران بندها دارن جمع میشن اونجا، دارن چی میگن امتیاز میگیرن و میان بالا و حالا قرار مردم انتخاب بکنن. واقعا برنامه خوبیه، خیلی برنامه عالیه، یه همچین چیزی به هر حال انگیزه میده. همینجور که توی برنامه هم گفته میشه خیلی از این گروه ها از شهرستان بلند شدن به عشق موسیقی اومدن. چی از این قشنگتر، چی از این واقعا زیباتر؟ حالا نهایتا اگه مردم دوست داشته باشن بهشون رأی میدن و اینا بالاتر میان، اگر هم دوست نداشته باشن نمیدن. ولی این که من بشینم اینجا بگم نه چون فلانی الان اونجا داره ممیزی میکنه یا فلانی اصلا موزیسین نیست و اونجا نشسته داره، این اصلا به نظر من اینا همه من میتونم نگاه نکنم، اگر خیلی دوست ندارم اینو نگاه نکنم. جمع میکنم حرفمو، همه اجازه دارن هنر رو هر جور که دلشون میخواد اجرا بکنن، همه اجازه دارن، همه و از همه مهمتر چیزی که به نظر من خیلی وقتا یادمون میره، همه اجازه پیشرفت دارن، همه اجازه دارن که بهتر بشن. اصلا دنیا بر این اساسه، هر روز که ما از خواب بیدار میشیم قراره بهتر از دیروزمون باشیم، این یک هدف اصلیه به نظر من. و همه اینا رو که بذاریم کنار هم دیگه به نظر من باید وضعیتمون خیلی بهتر از این باشه که الان هست. خودمون انگار واسه خودمون بعضی موقع ها جفا میگیریم، انگار من چون راک میزنم چون اون پاپ میزنه چرا اون باید باشه، چرا من باید، میفتیم به یک چرخه باطلی که به نظر من اصلا نباید باشه، اصلا نباید باشه. کاملا من موافقم. من که متخصص موسیقی نیستم، فقط چون برام بسیار جذاب بوده، خصوصا تو چند ماه گذشته که در خدمت پرژن اوارز جوایز پارسی هستم، با موزیسین های زیادی صحبت کردم و واقعا با صحبت هایی که شما کردین کاملا موافقم. برنامه‌ای که فرمودین و با اینکه من ستلات ایرانی ندارم ولی جایی بودم اتفاقا نگاه کردم، دوست عزیزمون جناب بند هامان و آقای آشور، بله. ایشون اصلا محبت کردن، ارتباط برقرار کردن، برام انقدر جذاب بود که میدیدم بندهای مختلف، یا دوست عزیزم خانم شیرین واعظی برای مثال دارم میگم، من خیلی از این افراد و افتخاری داشتم باشون صحبت کنم توی چند ماه گذشته. خیلی خیلی برنامه خوبی میتونه باشه و امیدوارم که واقعا مثل تمامی مجامع بین المللی که وقتی به این قسمت ها میرسه آرای مردمی و واقعا کسانی که حقشون هست که به هر حال شناخته بشن، من امیدوارم که این اتفاق بیفته و حتما میفته. استارت خوبیه. به امید خدا. به هر حال من خودم مستقیما میدونم، از گروهایی خبر دارم، از بندهایی خبر دارم که واقعا زیرزمینی هن، نه تنها هرگز مجوز نخواهند گرفت بلکه اصلا خود گروه هم دنبال مجوز نیست. از جمله این گروه ها که خودم سالیان سال افتخار همکاری باشون دارم، گروه بالگرد هست. نمیدونم چقدر با گروه بالگرد آشنا هستین یا نیستین،
بچه ها خب خیلی سال فعالیت داریم با گروه بالگرد، آلبوم سوم در حقیقت منتشر کردیم، ولی خب اون سبک و سیاق اول از همه برای همه نیست، برای یک عده خاصی هستن که اون سبک و سیاق رو میپسندن. دوم اون شعرها باب میل همه نیست، بنابراین اصلا اون شعرها یعنی درست متضاد مجوز ارشاد. خب وقتی که شما اصلا از این بابت کات هستین و نمیتونین دنبالون برین، خب معلومه ادامه راه برای اینکه آدم توی یک همچین برنامه تلویزیونی هم شرکت بکنه وجود نخواهد داشت. و این جاییه که به عقیده من باید ممیزی نمی بود. مردم نگاه میکردن میگفتن من با این سبک از موسیقی، با این سبک از شعر دوست دارم، با اینا دوست ندارم. حالا 4 نفر اینو دوست دارن، 40 نفر اونو دوست دارن، ولی این که از اول بیان کات بکنن. و متاسفانه ما این برنامه رو همین چند شب پیش داشتیم نگاه میکردیم، خیلی راستشو بخواین برای من غم‌آور بود، به خاطر اینکه من احساسات این جوان ها رو متوجه می شدم. وقتی که می گفتن ما به عشق موسیقی اومدیم، گفتم به خانمم، گفتم من یادم به عشق موسیقی، می گفتم فقط من حاضرم این سازو بزنم، شده نون خشک بخورم، ولی به عشق موسیقی دوست دارم زندگی بکنم. ولی خب الان سالیان سال گذشته و می بینیم که چقدر در حق خیلی از موزیسین ها اجحاف شده. اینا هیچ وقت اجازه پیدا نکردن خودشونو نشون بدن، اینا هیچ وقت اجازه پیدا نکردن اصلا مخاطبشون رو پیدا بکنن. مخاطب پیدا کردن همینقدر کافی که من گوشه خیابون یه جا بزنم، حالا یا میان به من گوجه فرنگی پرت میکنن یا میان برای من کف میزنن دیگه. اینو باید به مردم واگذار بکنیم، نه اینکه یک عده اونجا بشینن امضا بکنن که تو اجازه داری. جالب بود همین پریروز علی عزیز یه دونه استوری گذاشته بود که شعر این آهنگ رو باید عوض میکردیم تا مجوز بگیریم، اگر عوض نمیکردیم مجوز نمیگرفتیم. خب این یعنی چی؟ اصلا میدونید ایناست که به نظر من، برگردیم به اول ابتدای سوال شما، در حقیقت یک گیاه وقتی که رشد میکنه به صورت طبیعی رشد میکنه و به سمت خورشید میره بالا تا بتونه هر چقدر که بیشتر میتونه اکسیژن جذب بکنه و به سمت نور بره بالا. متاسفانه اومدن یک کاری کردن این گیاه موسیقی یا گیاه هنر تو ایران یک بلوش رو یک چمنزار هرزی شده، از هر طرفش یه سری اومده، یک سری نیومده، یک سری اصلا کات کردن، یک سری میدونید. این اتفاقیه که من میبینم، میگم همونجور که خدمت رو عرض کردم، برگردم به ابتدای سوال شما، این اتفاقیه که الان افتاده. و این واقعا اگر از همکاران من، از موزیسیان های خوب درجه یک، واقعا موزیسیان های خوبمون که به هر حال سن و سالی هم ازشون گذشته و به قول معروف سینه سوخته این کارن، الان گله میکنن، واقعا قابل فهمه که گلهشون چیه دیگه، کاملا مشخصه. بله کاملا همینطوره. نمیدونم چرا این سوالا داره برای من پیش میاد، شما رو دارم با کلی اطلاعات دارم دیگه، اصلا از فرمت رگولار نرمالی که داشتم توی مصاحبهام منو ببخشید دارم خارج میشم، ولی دوست دارم که بشنوم و مطمئنم مخاطبان جوایز فارسی هم میتونه این براشون جذاب باشه که از شخصی مثل شما پرسته بشه. در ارتباط با همین برنامه‌ای که الان صحبت شد که من متاسفانه نامشم تو ذهنم نیست، که بندهای مختلف میان و برنامه رو اجرا میکنن، آیا همه بندهایی که در سراسر ایران هستن یه همچین شانسی رو دارن که خودی نشون بدن؟ آیا میتونن اصلا از هزینه هایی که باید متقبل بشن، یا آیا اصلا هزینه ای داره برای شرکت در این تیپ برنامه ها؟ که الان این بندهایی رو که نام بردین، میخوام بدونم چگونه اینا انتخاب میشن در واقع؟ راستشو بخواین من دقیقا توی جزئیات کار نیستم، ولی چیزی که من میتونم حدس بزنم، حتی منی که توی تهران بودم، برای اینکه سازمو ببرم، یا خودمو، اصلا چرا سازمو، خودمو ببرم به اون مکان ضبط برنامه، با این چیزایی که من الان از تهران دارم میشنوم که برام خیلی غریبه، یه اسنپ میخواستم بگیرم و بیام، مثل اینکه گویا 150 هزار تومن 200 هزار تومن باید هزینه بشه.
خب شما هم خودتون میبینین که چقدر بچه ها از شهرستان اومدن، یعنی همینقدر که خودشونو به این برنامه برسونن کلی هزینه از جیب کردن. میدونید این خیلی مهمه که هیچ سوبسید دولتی به هنر تعلق نگرفته، به هنری که مردم دوست دارن هیچ سوبسیدی تعلق نگرفته. نه تنها تعلق نگرفته، بلکه پول خیلی از این بزرگانی که الان بزرگم شدن از جیب مردم در حقیقت در اومده، نه از در حقیقت از شونه هنرمند و جیب مردم در حقیقت تامین شده. اینه که در کل من مطمئنم که بچه ها کلی هزینه کردن. حالا پیرو سوال شما، مطمئنن خیلی از گروه ها بودن که نمیتونستن هزینه بکنن از اقصا نقاط ایران بیان. برای من خیلی جالب بود که چقدر ما گروه داریم، چقدر نوازنده داریم، چقدر زیادن، چقدر زیبا، چقدر قشنگ. من انقدر لذت بردم و بچه ها انقدر با انرژی بودن اونجا. حالا ما داریم این صحنه ها رو میبینیم در حقیقت، ولی مطمئنم که باز به همه نرسیده. کما این که امروز اینستاگرامم رو که باز کردم، باز دیدم که گله ای شده که آره ما خودمون بند خودمون، ما نمیدونم خودمون مجبور نیستیم برای کسی که حالا گروه جوری که خیلی هم این کاره نیست به خود نشون بدیم که بعد رأی اونا رو بگیریم. یه گله های این شکلی که برمیگرد از دید من، اونها هم اجازه دارن، اینا هم اجازه دارن دیده بشن اگر دست باز باشه. واقعا حقیقتا من فکر میکنم اگر یک روزی بشه که هیچ ممیزی نباشه و یک برنامه‌ای بشه که تمام گروه ها بتونن خودشون رو نشون بدن، مردم از همه بهتر انتخاب میکنن که کدوم موسیقی، کدوم شعر، کدوم نوازنده، کدوم تیپ، کدوم صدا، کدوم لباس چی رو دوست دارن. اونو مردم مشخص میکنن از همه بهتر. مجبور نیستیم که ما حتما حالا ظاهرمون خیلی عجق بجق باشه یا صدامون رو خیلی مثلا یه کاریش بکنیم یا با نور و با نمیدونم اینا یه کاری بکنیم که مردم خوششون بیاد، حالا اون تهیه کننده میخواد در حقیقت پول ببره. اینا چیزایی که این روزا خیلی باب شده متاسفانه. با اینکه من خیلی دوست ندارم بگم، ولی زمان ما اگر میگفتیم آریان بند، گروه آریان، یک عده‌ای بودیم که آهنگ رو تنظیم میکردن، شعر رو مینوشتن، آهنگ رو توی استودیو اجرا میکردن و بعد از همه مهمتر این همون رو روی استیج اجرا میکردیم. ولی امروز میبینیم که مثلا طرف یک نفر یا دو نفره بعد اسمشون رو گذاشتن بند، حالا نمیدونم اون چه بندیه که دو نفر بعد نوازندن حالا دارن رو استیج، ولی به قول بچه ها سپیس نواز یه نفر رو دارن که این سپیس کامپیوتر رو میزنه، همه چی سکونس میره، حالا اینا میخوان اونجا بخونن و حالا عوضش دیگه کلی مایکل جکسون بازی دارن به قول معروف روی استیج دیگه، با اونا میخوان در حقیقت کار بکنن. اونا هم اجازه دارن و خواهش میکنم بد برداشت نکنید، اونا هم اجازه دارن وجود داشته باشن، ولی ای کاش بقیه هم اجازه داشته باشن مردم انتخاب بکنن ببینن کدومو دوست دارن، واقعا چی رو دوست دارن، که اینجا اون مشکل اساسی پیش میاد. در حقیقت اینه که با دو نفر فقط با یک آهنگ از پیش مشخص شده که سکونس و دکمه رو فشار میدن آهنگ خونده میشه، این بند نمیشه، این واقعا بند نیست. بله کاملا موافقم. خود شما بهتر میدونید وقتی که حالا برگردیم به همون سال، امریکن آیدل، کنیدین آیدل که مثلا گذاشته میشه، این هیئت جوری به شهرهای مختلف کشور میرن و پایگاهی رو درست میکنن و واقعا از همه میخوان که بیان شرکت کنن. کیلومترها صف تشکیل میشه که همه کسانی که واقعا هنری دارن بتونن اینو نشون بدن خودشونو. به ترتیب برای من خیلی جالبه چون من که تو این رشته نبودم، ولی میخواستم بدونم چگونه این افراد انتخاب میشن، با نهایت احترامی که البته عرض کردم چندین نفرشونو باشون افتخاری داشتم مثلا صحبت کنم، دوستانم هستن، ولی این برام خیلی جالب بود. برای مثال توی چند ماه گذشته که من در خدمت پرژن وارز و به حال هنرمندان توی ژانرهای مختلف موسیقی، حالا تو این بخش جوایز پارس در خدمت مردم هستم، مثلا میبینم از کردستان، از کرمانشاه، از ایل قشقایی، از سیستان و بلوچستان، از شمال ایران خواننده هایی هستن، موزیسین هایی هستن که بدون هیچ کدوم از این دستگاهایی که شما بهش اشاره کردین یا برنامه‌هایی که درست میکنن، اینها صدا دارن
و واقعا یا یعنی اینکه موزیسین هایی هستن که اصلا موزیسین به دنیا آمدند ولی نمیشنویم ازشون به اندازه کافی. حالا اینجا یه پرانتز وا میکنم، اتفاقی که جوایز پارسی پرژن اواردز در واقع توی این چند ماه گذشته ما سعی میکنیم که رقم بزنیم اینه که صدای تمام این هنرمندان، حالا تو بخش موسیقی جوایز پارسی باشیم و واقعا از همین تریبون خواهش میکنم از کسانی که دارن صدای ما رو میشنون این نوابق رو معرفی کنن، حالا نه فقط به جوایز پارسی، به هر مجموعه ای. با گروهی صحبت میکردم، پرگویی دارم میکنم، جناب طباطبایی در خوزستان بودن، واقعا مشکل اینترنت داشتن، اصلا کامپیوتری نداشتن، ولی حالا بهتر من نام نبرم چون به هر حال نامی هم و الان هم یکی از برنامه‌هایی که دعوتشون کرده حالا به طریقی تو آلمانه، ولی خودشون به من گفتن که چه مشکلاتی دارن برای حتی ضبط یک مصاحبه. به خاطر همین واقعا امیدوارم کسانی که حالا به دلیلی نامی شدن، چه حتما هنرمندن و چه حتما زحمت کشیدن و حق مسلمشونه، بتونن دست اونای دیگر هم بگیرن دیگه. این تنها چیزی که فکر میکنم من میتونم بگم اینجا. ولی راستشو بخواید من مشکل رو دو جای دیگه میبینم. ببینید وقتی که دولت حمایت بکنه هنر و هنرمند رو، در حقیقت حمایت مالی بکنه، سوبسید بده، اینها رو دستشون رو بگیره، نذاره فقط روی خرج خودشون بخوان بیان جلو، که متاسفانه شما میبینین الان سالیان ساله که اصلا هنر توی کشور ما کاملا داره کانالیزه شده جلو میره و اون در حقیقت کانال هایی که ربط پیدا میکنه اونها پولای کلون رو میگیرن، تو اونجا پولای کلونی رد و بدل میشه و بقیه بالاخره دستشون کوتاهه. اگر طرف بتونه خودش از جیب خودش یه هزینه بکنه میتونه خودش یه جایی برسونه، اگر نه اصلا هیچ شانسی نداره متاسفانه برای دیده شدن. خیلی متشکرم، به هر حال خوبه که این صحبت ها رو هم کردیم، یه مقداری در واقع سبک اینترویو فرق کرد ولی خیلی ارزشمند بود که نظر شما رو بدونم، سپاسگزارم. اگه بخوایم برگردیم به خود شما جناب طباطبایی و به عنوان شخصی که مهاجرت کردین تو سینه کم، تو ایران بودین و الان اومدین در امریکای شمالی در کانادا تشریف دارین، آیا به اون اهدافی که داشتین توی چند دهه گذشته به عنوان یک موزیسین، به عنوانی که همین الان هم مشغول هستین، رسیدین و یا چه اهدافی رو اصلا دارین برای حال زندگی هنریتون در واقع؟ بله بله بله، خدمتون عرض بکنم، من راستش رو بخواین همونجور که ابتدا خدمت رو عرض کردم خودم رو خیلی خوششانس میدونم، همیشه خدا با من بوده. من راستش رو بخواین تو این 10 سال اخیر علل خصوص اون اهدافی که واسه خودم گذاشتم بهشون رسیدم و خیلی از این بابت خوشحالم واقعا. من مخصوصا تو این 10 سال اخیر خیلی دغدغم آموزش بوده، آموزش موسیقی و اینکه ما خب خیلی توی ایران بسته بودیم و از اتفاقاتی که توی اروپا مخصوصا حالا آمریکا که حالا خیلی دوره برای ما در دسترس نبود، خیلی غافل بودیم، خیلی خبر نداشتیم که چیه. روی این حساب توی این 10 سال اخیر من تونسته بودم تحت یک تشکلی به نام ایرانیان درامر با کمک دوستان خوبم، به هر حال اینا همه تیم ورکه، بدون تیم ورک اصلا نمیشه، اصلا کار من تنها نبود، یک تعدادی که همدل بودیم و تواناییش رو داشتیم، تونستیم یک سری از اساتید بزرگ اروپایی رو علل خصوص دعوت بکنیم به ایران و بنیانگذار یک سری ورکشاپ و مستر کلاس باشیم که من الان در حقیقت دارم میوه اون ورکشاپ ها رو بعد از 7-8-10 سال دارم میبینم که تو نوازنده همون، تو موزیسی همون چه لول بالایی در حقیقت ما تونستیم کسب بکنیم. و دیدن اینجور اساتید، صرفا فقط دیدنشون، خارج از این که ازشون کلاس بگیریم یا ازشون چیزی یاد بگیریم، این باعث میشه که ما خودمون رو بکشیم بالا و الان واقعیت این اتفاق تا اندازه خیلی زیادی افتاده. هنوز خیلی جا داره ولی خب خیلی بهتر، وضعمون بهتر از قبله. بسیار عالی. برای همین من یکی از دغدغه ها میگم این بود، حالا با مدرسه‌ای که من بنیان گذاشتم توی ایران که باز اون هم ما فقط این نبود که یک سری نوازنده باشن که چون خوب می نوازن خوب درس هم بدن،
در مبحث پداگوژی ترین می شدن، یاد می گرفتن که چه کانالایی چه شکلی می تونن کار بکنن. باز این جایی بود که من خیلی خوشحالم که تونستم این کار انجام بدم تو ایران. از لحاظ موسیقیایی قبلش به هر حال آریان بود و هر نوازنده‌ای به نظر من آرزوش اینه که یک روز استیج واسه ملت ببیننش، هر هنرمندی دوست داره دیده بشه. دو، هر گروهی عاشق اینه که دور دنیا به چرخه، که ما به هر حال میگم اینا رو همه رو تو اون سالها تجربه کردیم و دیدیم. اینه که راستشو بخواین من خیلی خوشحالم تو این سالهای اخیر که تونستم اون آرزوهایی که داشتم و اون چیزایی که فکر میکردم رو بهش برسم. از شما چه پنهون؟ از موقعی که این کرونا زده، حالا هنر و مخصوصا موسیقی که اصولا اوضاعش خیلی خوب نبود، مخصوصا موسیقی خیلی تو کل دنیا اوضاعش خوب نیست نبود و دیگه وقتی که کرونا هم که اومد دیگه واقعا کمرشو شکونده، یعنی از بابت اجرای زنده که برای یک نوازنده فوق‌العاده مهمه، چون همچنان موسیقی عمدتا سینه به سینه است، یعنی وقتی که من جلوی نوازنده نشستم و حسش رو صدای سازش رو میگیرم اون خیلی متفاوته تا اینکه من حالا سی دی گوش میدم یا حالا دیگه این ابزارهایی که جدیدن خیلی آنلاین من خیلی راحت حالا همه موسیقی ها رو گوش میدم. این کرونا باعث شد تون فعلا از بین بره و خیلی هم حساب کتابی نداره که آیا بر میگرده یا فعلا هی میگن امسال سال دیگه، معلوم نیست در حقیقت چجوری. اینه که به قول یکی از استادای خودم که استاد خیلی برجسته‌ای هم هست، یک مصاحبه تدکس داره توی زوریخ داره تعریف میکنه، میگه که این روزگار، چکیدش رو خدمتون میگم، میگه این روزگار روزگار بداهه نوازی شده. ما برای بداهه نوازی باید به اون ساز و اون موسیقیمون کاملا اشراف داشته باشیم، ولی اصلا معلوم نیست که از کجاش از چیش میخوایم استفاده بکنیم. هر آنچه که میاد من باید به اون جواب، به اون ریسپاند بدم، به اون انگار واکنش نشون بدم و این در حقیقت اون بداهه نوازیه که عالی ترین سطوح نوازندگی و موسیقی و ساز هست، از بالاترین مدارجشه که من انقدر اشراف دارم که به راحتی میتونم بداهه نوازی کنم. اینم همین جور چه این روزگار، واقعیت اینه که اینجوری شده، یعنی اصلا نمیتونم من به فردا، یه هفته بعد، یک ماه بعد، یک سال بعد فکر بکنم که چی میخواد بشه. اینه که من کاملا دیگه سپردیمش به خدا مثلا میشه و داریم بداهه نوازی میکنیم و میریم جلو تا ببینیم چی میشه به هر حال، چه اتفاقی میخواد بیفته. بسیار عالی، خوبه که اینو از دیدگاه شما شنیدم. اجازه بدین منم از دیدگاه خودم حالا این صحبت دوستانه رو خدمتتون بگم. من معتقدم که با اینکه خیلی از بیزینس ها تو همه جای دنیا و خصوصا تو امریکا و کانادا از همه بیشتر صدمه دیده، فکر میکنم همین ابزاری که در واقع هستش، همین دنیای سوشال مدیا، اینترنت، باعث میشه که کسانی که مدتی اتفاقا سکوت کرده بودن یا برنامه‌هایی رو اجرا نمی‌کردن دوباره بیان صحبت کنن و می‌خوام یه آرزویی رو با هم بکنیم. کووید که تموم شد ما دنبال تورهای جهانی باشیم، من به عنوان یک در واقع کسی که میخوام شرکت کنم و شما عزیزان همه برنامه ها رو از الان شروع کنین بشیدن، بیاین اینجوری با هم بگیم. من که منتظر واقعا گروه آریان هستم که دوباره کانسرت های جهانی بذاره و منم بتونم بیام شرکت کنم. بر ترتیب میشه زمینه سازی کرد، یعنی میشه از هر زمانی که همینجور که فرمودین واقعا خیلی برنامه ها صدمه دیده و موسیقی یکی از اونها بوده، ولی باز هم میشه سلوشنی رو بهش دست پیدا کرد و واقعا بله من به این امیدوارم. به هر ترتیب ممنونم از نظراتی که به هم دادین. یکی از مواردی که من خودم به اینه دارم میبینم، حالا نه فقط توی ژانرهای مختلف موسیقی، تو خیلی از رشته هایی که مردم ما توی داخل کشور زحمتش رو کشیدن، تحصیل کردن، زندگیشون رو براش گذاشتن، به امید بهتر شدن از ایران خارج میشن یا از کشورهاشون، یعنی میان یک ایمیگرانت میشن تو کشورهای مختلف. شما برای یه دونه
برای اشخاصی که در واقع توی موسیقی هستن، توی ژانرهای مختلف هستن، چه جوری تصور میکنین؟ فکر نمیکنین داخل ایران این موزیسین ها مخاطب بیشتری داشته باشن یا بتونن در واقع زندگی هایی رو باش بسازن؟ فکر میکنین خارج بهتره یا داخل؟ اینم یکی از سوالایی بود که دوست داشتم بدونم. راستشو بخواین من همیشه این مثال قدیمی رو میزنم که میگفتن شهر فرنگ دیده پشیمون ندیده پشیمون. این واقعیته. ببینید، از دید من برای مهاجرت یک انگیزه بسیار بسیار بزرگی لازم هست که آدم، مخصوصا حالا خارج از اینکه ما حالا موزیسین و هنرمند باشیم، یه انگیزه بزرگی وجود داره، یعنی باید وجود داشته باشه که ما پابند بشیم و بمونیم. در غیر این صورت کسی پابند نمیشه، برمیگرد. من برای من انگیزه بزرگم دخترمه. من میگم که همونجور که خدمتون گفتم، من استیج دیدم، ما ورلد تور داشتیم، من اون چیزی که واقعا آرزوشو داشتم، بزرگان رو بیارم تو ایران ببینن، بچه‌ها ببینن، خودمون ببینیم، باش عکس بندازیم، ازش یاد بگیریم، این کارا رو کردم. مدرسه موسیقی دلم میخواست داشتم. یه جورایی میتونم بگم من اون کارهایی که خیلی علاقه‌مند بودم انجام بدم رو تا اندازه‌ای واقعا انجام دادم و از این بابت خدا رو شکر می‌کنم. همیشه گفتم آدم خوش‌شانسی هستم. ولی نوازنده جوانی که به هر حال توی ایران زندگی میکنه و به هوای موسیقی میخواد بیاد مهاجرت بکنه، بسیار بسیار کار سختیه، چون زمینه موسیقی اینجا فراهمه، جوری که طرف خوب ساز میزنه ولی به خودش نمیگه من اصلا نوازندم، میگه من کارم مثلا آیتیه، من کارم رانندگیه، آره سازم میزنم، بعد که سازو میگیره شما میگه با چقدرم خوب ساز میزنه در حقیقت. و مطمئنن اونها اجتماع خودشون رو دارن، اگر برنامه‌ای باشه از به قول معروف دوستان خودشون استفاده میکنن تا از یک نفر خارجی که تازه اومده باشه. بنابراین ماها باز دوباره مجبوریم بریم توی لاک خود ایرونی ها، با خود ایرونی ها دوباره کانکت بشیم که بتونیم اونجا دوباره ساز بزنیم و موسیقی بزنیم و هنرمون رو ادامه بدیم. در کل اگر اون انگیزه وجود نداشته باشه، دیر یا زود من به این فکر میکنم که نه بابا، اینجا که خبری نیست، پس خیلی هم خبری نیست، پس من پاشم برم، در حقیقت پاشم برم همونجا که دوستای خودم بودن، برنامه ها بود، ما حداقل سالی دوتا کنسرت میدادیم، بالاخره یه زیرزمینی بود، یه کاری میکرد کلن. ولی در کل میخوام بگم که اگر هدف و انگیزه بالایی وجود داره، واقعیت حتما موفقم خواهند شد و پیگیر میشن با هر مشقتی که هست، دوری از ساز، بیپولی، دوری از خانواده است، دلتنگی، دوری از دوستان، هر چی که هست که یه کلمه بهش میگن غربت، اون غربت بالاخره کنار میان و راهشون رو پیدا میکنن. ولی اگر اون انگیزه بالای وجود نداره، همون بهتر که به قول معروف ندیده پشیمون، دیدم پشیمون دیگه، شهر فرنگی دیگه. بله، همون شهر فرنگی که گفتیم. واقعا متاسفانه اینجوری شده که بچه‌هایی که نیومدن نمیدونن، فکر میکنن الان اینجا خیلی مثلا دیگه حالا خبریه. حالا خیلی جالبه، من با دوستا که صحبت میکنیم، من میگم که ما اومدیم بندر عباس کانادا در حقیقت، یه جوری اینجایی که ما هستیم خیلی باز با تورنتو فرق میکنه. تورنتو یک سین بسیار زنده‌ای مخصوصا تو ایرونی ها از بابت هنر وجود داره که من دور و دور میدونم، چه اساتیدی، چه دوستای از قدیم و ندیم، دوستای خودمون الان همه اونجا به هر حال اکتیو بودن، حالا الان به خاطر کووید نیستن، ولی سین بسیار بسیار زنده ای اونجا وجود داره که اینجا خیلی این خبران نیست. اینجا اصلا، اینجا من حتی تو ایرونی ها میبینم جوانای ایرونی خیلی برنامه ویژه‌ای واسه شون اجرا نمیشه، چی بشه یک نفر این بر بیاد حالا مثلا برنامه داشته باشه، اونم که فعلا با این کووید اصلا خبری نیست. اینه که ما اومدیم یه جایی که فعلا خیلی هم خبری نیست، ولی پتانسیل بالایی داره. امیدوارم واقعا یه روزی بشه که اون توانایی که در ایران نهفته است توی نوازنده های ما و موسیقی و هنر ما، یک روزی بشه که واقعا شکوفا بشه، اینجا شکوفا بشه، دیده بشه. واقعا خیلی پتانسیل بالایی اینجا وجود داره از این بابت. خیلی
درسته. خیلی هم ممنونم. منم امیدوارم که واقعا با همین حرکت های سبک همین جوایز پارسی پرشن اوارز بتونن واقعا دوستانمون خارج بیان، داخل برنامه های خوبی رو بذارن و واقعا اتفاقات خوبی رو رقم بزنن. خیلی وقتتون رو گرفتم، چون که انگار همین همسایه من بودید، من خیلی راحت تر با شما صحبت کردم. اینو خیلی به جرئت دارم میگم و ممنونم از وقتی که به هم دادین. اگر که اجازه بدین این برنامه رو در همین جا تمومش کنیم و منتظر این هستم که مجددا در خدمتتون باشم. در ارتباط با ورکشاپ ها در گذشته با هم صحبت کردیم. به هر حال مجموعه جوایز پارسی متعلق به خود شما و تمام ایرانیان جهان هستش و این در واقع با این تیپ کارها ما جغرافیا رو شکوندیم و بستری آماده شده که تمامی ایرانیان بتونن ازش استفاده کنن. اگر که صحبتی دارید باشیم خدمتتون و سوالی بوده من نپرسم، خوشحال میشم که بشنوم از شما. خواهش میکنم. من از شما میخوام تشکر بکنم بابت این زحماتی که میکشید و این برنامه خوبی که همونجور که فرمودین آرشیو میکنین. این آرشیو فوق‌العاده ارزشمنده. به هر حال روزی میرسه که همین آرشیوی که شما الان دارین زحمتش رو میکشین یه گنجینه‌ایه برای هنر ایران، برای هنرمندان جوان ما، برای هنرمندانی که از این بعد دارن. من میبینم توی همین برنامه یه عالمشون هستن که قراره حالا اینها حالا بیان انشالله. و واقعا ممنون از زحماتی که میکشید، حقیقتا خیلی متشکر از این وقتی که میذارید و باعث افتخار من بود که امروز در خدمتون باشم. برای دوستانم در ایران، برای تمام نوازنده، تمام هنرمنده آرزو موفقیت میکنم. میدونم شرایط سختیه، میدونم خیلی شرایط سختیه. خوشبختانه ما این شرایط سخت رو سالیان سال به هر حال پشت سر گذاشتیم. اون از نوازنده های قبل از انقلابی که با وقوع انقلاب اون اتفاق واسه شون افتاد، اون از نوازنده هایی که از جمله خود ما که با یک فوت فلان کسک کل برنامه کنسل می شد یا با یک تلفن و یک امضا اصلا برنامه شب کنسرت کنسل می شد. ما این مشکلات رو زیاد دیدیم و چشیدیم و به اینجا رسوندیمش. من شک ندارم که با این پتانسیلی که تو بچه های ایران میبینم، تو هنرمنده و نوازنده های ایرانی میبینم، این همینطور ادامه پیدا میکنه و بهتر و قویتر و محکمتر خواهد شد مطمئنن. خیلی متشکرم، ممنونم از حضورتون. از طرف خودم، از طرف شما، از تمامی مخاطبان جوایز پارسی خداحافظی میکنم. تا دیداری بعد، بدرود. خداحافظ.